هست این که شاید تو دوره شما یه ذره عجیب غریب و تعداد کمی میرفتن سمت داوری، چه اتفاقی افتاد که شما رفتین سمت داوری؟ یعنی حالا هر کسی شاید تو اون دوره نه، اتفاقا دوره‌ای که من شروع کردم دوره‌ای بودش که اونهایی که واجد و شرایط بودن میومدن توی داوری به طور غیر اتوماتیک. یه مکانیزمی بود برای اونایی که داور می شدن، نوشتم نشده بود جایی ها که آقا باید اینجوری باشه، مثلا اساسنامه کمیته داوران میگه اینجوری. نه، ببینید کیا می اومدن توی داوری. دو قش می اومدن توی داوری. یک، اونهایی که فوتبالشون تموم شده بود می اومدن توی داوری، که یه نکته خیلی بارز بود که چون یکی از فاکتورهای که داور باید داشته باشه حتما اینه که حتما باید فوتبال کرده باشه، حتی فوتبال نمیگم در سطح ملی. آره، اون موقع این یه قش بود. یه قش هم کیا بودن؟ معلمین ورزش. شما، من قویم به شما بگم که قبل از انقلاب 50-60 بیشتر، شاید بیش از 50-60% داورهای ما معلمین ورزش بودن. مرحوم صالحی معلم ورزش بود، منوشهر نظری معلم، مرحوم بهلولی، حمید خوشخان، مرحوم حمید خوشخان، تک و توک بودن که چیز بودن، معلم ورزش نبودن. جمشید اخباری، نمیدونم سلیمی، خیلی ها. ضمن این که در اون موقع واقعا به داوری توجه میشد. اون موقع اگر که شما مقایسه بکنید درآمد داور و بازیکنها، داورها، داورهایی که میگم داورهای سطح بالا، مثلا اون موقع مرحوم برادران حیدری، ارشد برازنده، محمد صالحی، اون موقع ما خیلی جوان بودیم، من سال 51 جوان بودم دیگه، از 19 سالم بود اومدم توی داوری، در داوری در جایگاهی نبودم، ولی اونایی که در سطح بالا بودن، لیگ تخت جمشید قضاوت میکردن، دست یک، دست دو، ماهیانه قویم به شما بگم که از اکثر فوتبالیستای اون موقع ما بیشتر درآمد داشتن، چون اون موقع به بازیکن، بله بله، چون اون موقع به بازیکن ماهیانه حقوق میدادن. روالش هم تو مایه ماهی 2 تومن بود، ماهی 2500، نه 3 تومن. خیلی دیگه بازیکن مثل مثلا علی پرویمر، اون حجازی، اینا مثلا ماهی 3.5 یا 4 تومن بیشتر نمیگرفتن، ولی یه داور اون موقع مثل مرحوم برادران حیدری، صالحی، نمیدونم آقای زمانی یا اونایی که بودن، در هر هفته حداقل یه قضاوت میکردن. هر قضاوتی هم اون موقع حداقل یه چیز حدود 1000 تومن میگرفتن اگر در تهران بود. اگر در شهرستان میرفت که بیشتر، خیلی بیشتر میشد، خیلی بیشتر میشد. یعنی یه چیز حدود ماهی 4-5 هزار تومن حق و زحمه داوریشون بود حداقل. دقیقا یادم نیست که کدوم بازی اولین بازیه به اصطلاح چیز من بود. بیشتر تو ذهنتون مونده، مثلا یه بازی خیلی خاص ذهنتون مونده باشه، خاص باشه، اتفاقای خاصی افتاده باشه. حالا اتفاق که اتفاقات فوتبالی بوده، عموما اتفاقات خاصی نبوده. که من مثلا یه بازی یادم، دست دوی تهران بود، یه تیمی بود به نام سازمان گوشت، اون برادران پاژخ توش بودن، حالا نمیدونم میشناسید یا نه. اتفاقا یه اتفاق نادری هم افتاد توش، اتفاقا مرحوم برازنده هم ناظر بود اونجا، یه توپی رو انداختن تو اون بازی، هم خیلی مهم بود، اینا میخواستن بیان بالا برای لیگ دسته یک تهران، یه توپی رو انداختن تو اون فوروارد تیم مقابلی که والا اسمش یادم نیست، فقط سازمان گوش یادمه، فرمات تیم رفت دنبال توپ که توپو بگیره، توپ رو دروازه‌بانه گرفت، فوروارد دید توپ رو گرفته، یه چیز حدود مثلا یه متر مونده، یه متر و نیم مونده به دروازه‌بان، دیگه وایساد، وایساد دیگه ادامه نداد به حرکتش. دروازه‌بان همینجوری که توپو دیدی اینجوری این استیلو میگیره، زانو رو هم بالا، زانو رو آورد بالا، زد توی شکم این. آقا ما سود زدیم، پنالتی، دروازه‌بان رو اخراج، جنجال شد، اومدن اون نمیدونم هول بده اون فلان، یکی دیگر هم اخراج کردیم.
اونا سازمان گوش که میگم واقعا بچه های همه جهادیه، اصلا یه چیزی بودن. خلاصه کار نداریم، بعد یه ده دقیقه یه روبی مثلا این صحنه شما یارم نمیره، هیچ کی باور نمیکرد، یعنی هیچ کی جرئت نمیکردن. مثلا توی زمین راهن هم بود، همین راهنی که مثلا این راهن چیز دادن همون ایسکای راهن، آره آره نه تو همون میدون راهن دیگه همین بغل. بعد هیچ کی جرئت نمیکرد اصلا اونجا کارت قرمز نشون بده مثلا به اون تیم سازمانگوش، اونم چیز و اینا چیزای زیادی بوده. حالا داخل بازیای و هر حال یه طرف پرسپولیس پرسپولیس خاص من شاید 10-12 بار مثلا حداقل قضاوت کردم. من مثلا یه صحنه یادم آخرین قضاوتی که برای پرسپولیس رو پاس کردم اواخر دامنه این بود، سال 78، چون من 79 قضاوت کردم دیگه از 80 قضاوت نکردم. 78 بود تو من فرداش داشتم میرفتم تاجیکستان داوری داشتم باشگاه آسیا، تا دقیقه 88 بازی 1-1 بود، پاس پرسپولیس، حالا کلیپش هم دارم، پاس پرسپولیس 1-1 بود دقیقه 88. اون موقع آخه یه داستانایی هم درست میکردن که آقا کسی جرئت نداره برای پرسپولیس استقلال به ضررشون پنالتی بگیره از دقیقه 85 به بعد، نمیدونم 80 بعد. اما دقیقه 88 پنالتی گرفتیم به نفع پاس. پنالتی رو کی زد؟ پنالتی رو جواد نکونام زد. پنالتی گل نشد. پنالتی گل نشد. توپو کاشتن، زدن اومد، همون توپ رفت شدن 2-1. پرسپولیس گل زد. بازی رو شروع کردن، انداختن یه دونه دیگه، اون بازی که چیز پایان رفعت گل زد با کیه دفاع وسط پاس هم این ارمنیه بود که مربی تیم ملی بود مارکار که اینو با هم دیگه جدال داشتن و گفتن آقا خطا است که اصلا خطا هم نبود. آقا بازی شد 3-1، یعنی هیچ کی باور نمیکرد اون موقع مثلا دقیقه 88 پنالتی بگیری به نفع به ضرر پرسپولیس. گفتیم پاس، حالا اون موقع حالا یه ذره قبل‌تر از مثلا دهه 70 و اینا همون اوایل دهه 70 میگفتن خیلی اعمال نفوذ داشته مثلا، متاسفانه است. بله بله، آره البته منم درگیر شدم، حالا نه تو فوتبال نه در فوتبال، در فوتسال بود اگه یادتون باشه. من بعد از این که سال 92 از هنگ کنگ اومدیم جام جهانی فوتسال، خیلی تلاش کردیم با کمک و همت آقای مهدی انوری، اون موقع رئیس کمیته داوران تهران بود، مسابقات فوتسال رو برنامه‌ریزی کردیم برای داورها، آموزش فوتسال گذاشتیم، داور تربیت کردیم، چیز کردیم و یه 3-4 سالی هم خیلی تنورش داغ بود. تیمای بزرگ استقلال، پرسپولیس، پاس، مثلا یادم علی کریمی بازی میکرد، نمیدونم همه تیم داشتن اینا میومدن بازی میکردن دیگه، که اون موقع تیم پاس هم یه تیم داشت. اتفاقا یه بازی بود فکر کنم فینال لیگ، حالا همون گم لیگ، همون مسابقات جام رمضان بود بین استقلال و پاس، که پاس دو یه نمیدونم 4-2 باخت یا همچی چیزایی باخت و کاری نداریم. بعد بازی من داور بودم، بعد بازی متاسفانه یک صحنه ناجوانمردانه که بعد ما شکایت کردیم و به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی شکایت کردیم، ما رو با نقشه و برنامه‌ریزی کشیدن توی اتوبوس نیروی انتظامی. اون نفری که اومد منو هول داد، من داشتم میرفتم تو برم تو ماشینم، میرفت اومد ما رو هول داد، من قشنگ دیدمش، دنبالش کردم، حالا نیرو انتظامی همه صف وایساده اونجا، اتوبوساشون اونجا وایساده بود، گفتم آقا بگیرش، این منو چیز کرد، من فلانی هم اینجوری و اینا و این رفت اون تو، ما هم رفتیم اون تو، از اون ور فراریش دادن آقا، از اون ور ما رو شروع کردن به زدن، که ما شکایت کردیم یکی دو نفر اون موقع به اصطلاح چیز کردن و اینا. متاسفانه به هر حال این اتفاقات افتاد. بریم سراغ تنها موردی که شاید خود فدراسیون پیگیری کرد، حالا قضیه بازی تراکتور و نفت که بزرگترین قربانی شما بودید. بله. سر اینکه حالا اتفاقایی که اون بازی افتاد، خودتون فکر کنم تو ورزشگاه بله من اونجا بودم. توضیح میدید که حالا
چه اتفاقاتی افتاد؟ جزئیاتشو دقیقاً. جزئیات چیز خاصی نبود. ببین اونجا عرضم به حضورتون که به هر حال درست آقای فقانی بود. داور فقانی بود. تمام من خودم سر همون انتخاب داور برای اون بازی موافق آقای چیز نبودم. فقانی نبودم. هرچند که معتقدم اون موقع معتقد بودم که فقانی قوی ترین داور ماست. ولی شما نمیتونی همیشه در هر بازی چه فوتبالیست چه داور شما قوی ترین رو فکر بکنید که اون میتونه اون کار رو انجام بده. باید آدم مناسب رو برای اون کار. من برای اون بازی هست مدارکم دارم و اون موقع هم اون اوج اختلافات بین دپارتمان و کمیته بود که متاسفانه فدراسیون زیر بار هر حال پیشنهاد ما نرفت. من کس دیگر پیشنهاد داده بودم حالا اسمشو نه حالا نه دیگه حالا میگم گفتم به علالی که بعدن همین گفتم که برای هر بازی شما قوی ترین و شما نیستش که حتما باید مناسب ترین آدم در اون بازی من داوری که سن و سالش بیشتر بود قدمتش بیشتر بود اقتدارم داشت اونو گذاشته بودم گذاشته بودم چون داوری با توجه به سن و سال تصمیماتش خیلی متفاوته شما اونایی که جوانن یه مقدار با اونی که میاد توی سطوح بالا از نظر سنی خیلی از نظر احتیاط لازمه ببین یه جاهای احتیاط غلطه یه موقعی احتیاط لازم است باید باشه اینه که من با توجه به شناختی که داشتم برداشت داشتم شما اگر نگاه بکنید همین علیرضا فقانی قضاوت‌های 10-12 سال 15 سال پیشش با الان زمین تا آسمون فرق میکنه از نظر چی از نظر همین قضیه ها از نظر تندی کردن اگه اون موقع یادتون باشه علیرضا فقانی اینجوری میرفت با پیشونی میرفت توی عکسش هم هست هنوز توی که من چقدر باهاش صحبت کردم سر این قضیه تا یواش یواش اینو ما چیزش کردیم و اینا همین قضیه هم برای همین آقای ترکی بود آقای ترکی هم اگر نگاه بکنید اون اوایل مثلا دهه 80 اوایل چقدر اخراج چقدر اختار چقدر به اصطلاح تون ولی این اواخر دیگه اینطوری نه این اون سن و سال است که باعث میشه این تغییر رفتار توش بشه من با توجه به که شناخت داشتم به اصطلاح چیز کردم که حالا فدراسیون چیز کرد و اینو تو اون بازی اتفاق افتاد دیگه بعد نه نه اصلا من اصلا من خیلی خوشحال شدم که واقعا اینا باور کردن که آقا اتفاقی نیفتاده چون اونجا گفته بودن که اونا دودو شدن بلندگو بچه اعلام کرد که تاریخ قهرمان شد آره متوجه این و من خیلی خوشحالم حالا هر کسی این دروغ رو درست کرده هر کسی این چیز رو درست کرده چون اگر نمی کردن شما شک نکن تماشاچی میره تو زمین و واقعا فاجعه یعنی چند نفر شاید میمردن خب اون قضیه تموم شد و فلان شد و اینا بعد که رفتن تازه از خواب بیدار شدن که چی اتفاقی افتاد و فلان اینا حالا تو استودیوم خیلی چیز نشد تموم شد و رفت بعد از فرداش قضیه چی شد پرتنش شد چرا سفر چی بود ماهانه بود اون موقع هفتگی چی بود رئیس جمهور بود به کجا به تبریز بود بلافاصله فردا به هر حال حالا کی بودن حالا کانون هواداران بودن یا اون به هر حال چی میگن یه چیزی دارن اونا میگن چیز آذربایجان چی میگن پرشورا آره اونا چیز کرده بودن که اگر رئیس جمهور بیاد تبریز ما بهش کارت قرمز نشون میدیم خیلی شدید چیز کردن و خلاصه از اونور اینا وقتی دیدن اینجوری گفتن نکنه چیزی بشه اینا سریع دستور دادن اون موقع
وزیر ورزش آقای کفاشیان و یکی دیگه معاون ورزش بود که بود اینا برن تبریز اوضاع رو چیکار بکنن؟ آروم بکنن. حالا به اونا قول و قرار بدن یا هر چیز بکنن. کار نمیشه همچیز. عرضم موضوعه که اونجا که رفته بودن اونا دیده بودن که خیلی اوضاع پسه فلانه چیکار کنیم چیکار نکنیم. اونجا تصمیم گرفتن که ما رو چیکار بکنن؟ سلاخی بکنن. ما رو از اونجا. چرا؟ چون من سه بار گفتم تا مثلا شاید مثلا یه ما قبل از اون بازی من سه بار استعفا داده بودم به آقای کفاشیان سر همین اختلافات سر همین موضوع اینا. این گفته بود نه شمیدن. که یه ماه از این قضیه گذشته بود. آخرین بار یه ماه و نیم شاید دو ماهی هم گذشته بود دیگه که تو آقا چیز کنم فلان فلان تصمیم گرفتم با استعفا آره. موافقت کنم. نه بعد اینا رفتن اونجا با اونا بسیاری ها گفته بودن اینجوری و البته اعلام نکردن ها متا بهشون گفته بودن ما چیز میکنیم و برخورد میکنیم و یکی دو روز بعدش بود ما تو فدراسیون نشسته بودیم دیدیم که ساعت 4-5 بعد از ظهر بود در دفتر آقای کفاشیان زنگ زدم بیا بالا آقای کفاشیان کارم رفتم بالا و حالا اول و فلان اینا نشسته بود اینجا و بعد دیدم یه کاغذ گفت خب دیگه ما دیگه نخواستیم دل شما رو بشکنیم این با این استعفای شما موافقت کردیم اگر چیزی نیست همیست من هم همون جوری خدا شاده بهش گفتم گفتم آقا این تصمیم شما نیست شما اگر میخواستیم موافقت بکنید من معترض نیستم که چرا موافقت کردی یا چون اگه خواستم معترض باشم اصلا استفاده نمیدادم من که این بار سومه بودم چرا شما تا حالا موافقت نکردید یه سال و نیم من این کار رو سه بار کردم الان دو سه ماه چرا چیز نکردید گفت پس چی شده گفتم آقا شما رفتید اونجا تصمیم گرفتم به شما دستور دادن گفتن آقا این کار بکنید تموم شد رفت من همچین اصراری هم ندارم که چیز بکنم اونجا اگه بخواین یه فدراسیون رو از همون اول که شروع کردین گفتین 19 سالگی 20 سالگی کار داوری شروع کردین نامه برای که خیلی کمک کرد به داوری این مملکت کدوم فدراسیون بود با قبل انقلابی که با بعد انقلاب نمیشه قیاس کرد ما بخوایم چیز بکنیم چون موقع گفتم واقعا من یه داستان نیست واقعیت بگم اون موقع تعداد داورها توی لیگ تخت شمشید کم بود محدود بود ما 7-8 داور داشتیم که لیگ تخت شمشید قضاوت میکردن یه بازی بود در تبریز فکر دقیق نمیدونم پرسپولیس بود با تراکتور سازی فکر کنم بازی مهمی بود یه داوری رو گذاشته بودم برای اون بازی گفتم اون موقع همونجوری که گفتم داورها اکثرا زمینی میرفتن چیز به شهرستان ها چجوری بود؟ مثلا سه تا داور اون موقع هم همه چی ارزون بود دیگه مثلا یکشون ماشین داشت با هم دیگه مثلا قول و قرار میذاشتن با ماشین مثلا ما میدیم خرج هم هرچی شد به هر حال تقسیم میکردیم دیگه داور به اصطلاح زمینی رفته بود داوره زمینی اون دوتا کمک هم مثل که چیز نبود چجوری بود اونا رفته بودن داوره مثل که تصادف میکنه یا چی میشه توی چی دو اینا صبح ساعت اون موقع مثل الان نبودش که داورها شب باید تو محل باشن یه جوری حرکت میکردن که صبح چی بودن صبح میرسیدن اونجا و بعد از اون هم اون موقع اینجوری بود دیگه صبح ساعت 9-10 صبح خبر میدن که داوره به شکل اون موقع مثل الان موبایل و این چیزا نبود که با یه مکافاتی خبر داده بود که آقا ما داور اینجوری شده و داور نیست حالا اینو مونده بودن چی کار بکنن
این ور اون ور مثل الان هم نبود که 20 داور بیکار باشن که گفتم 7-8 مثلا 7-8 10 تا دو کلن داور مثلا 8 تا بازی بود دیگه اون موقع چون 16 تا تیم بود دیگه. خلاصه چی کار میکنن؟ میان محسن زمانی اون روز بازی نداشته، حالا چجوری صبح ساعت مثلا 11 صبح، اون موقع مثل الان نبود که پرواز باشه به شهرستان، اینجوری نبود که پروازی نبود. اینه رئیس فدراسیون فوتبال موقع کامبیز آتابایی بود، کامبیز آتابایی رئیس ترابری دربار بود، هماهنگ میکنن تو این مدت کم. بازی هم ساعت شد نمیدونم 3-4 بعد از ظهر بوده همچی چیزی، دقیقا نمیدونم 3 بعد از ظهر همچی چیزی. یه هواپیمای 330 نیرو هوایی آماده میکنن محسن زمانی رو از تهران میبرن کجا؟ تبریز. که این تو هواپیما لباس داوریشو میپوشه که وقتی میرسه توی زمین مثلا یه رو مونده بوده بود که بازی شروع بشه. و شما ببین این فدراسیون رو نمیشه مقایسه بکنی با الان که بگی آقا فرانه. من هم تشکر میکنم به هر حال از شما که این برنامه رو ریختید یه گوشه ای باشه از درد دل های به هر حال داوری و به اصطلاح مشکلات داوری و کمک به داوری برای درست شدن اصلاح داوری.